بیشتر مردم زندگی را یک پیکار می انگارند، اما زندگی پیکار نیست، بازی است. هرچند بدون آگاهی از قوانین معنویت نمی توان در این بازی برنده شد و پیروز بود، و عهد عتیق و عهد جدید با وضوح شگفت انگیز قواعد این بازی را بیان می کند. عیسی مسیح آموخت که زندگی بازی بزرگ داد و ستد است، زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. یعنی هر آنچه از آدمی در سخن یا عمل آشکار شود یا بروز کند به خود او باز خواهد گشت و هرچه بدهد باز خواهد گرفت. اگر نفرت بورزد نفرت به او باز خواهد آمد، و اگر عشق ببخشد عشق خواهد ستاند. اگر انتقاد کند از او انتقاد خواهد شد. اگر دروغ بگوید به او دروغ خواهند گفت، و اگر تقلب کند به او حقه خواهند زد. همچنین به ما آموختند که قوه تخیل در بازی زندگی نقشی عمده دارد. هر آنچه آدمی در خیال خود تصویر کند دیر یا زود در زندگیش نمایان می شود. مردی را می شناسم که از مرضی معین که بسیار نادر بود می ترسید، اما آنقدر به آن مرض اندیشید و دربارش مطالعه کرد که آن را بیماری آشکار بدنش کرد و بدنش آن را جذب کرد و به آن بیماری مبتلا شد و مرد. در واقع قربانی خیال پردازی خودش شد. برای پیروزی در بازی زندگی باید نیروی خیالمان را آموزش دهیم. کسی که به قوه تخیل خود آموخته باشد که تنها نیکی را تصور کند و ببیند، خواهد توانست به همه مرادهای به حق دلش، خواه سلامت و خواه ثروت و خواه محبت و خواه دوستی و خواه بیان کامل نفس و خیلی چیزهای دیگه و یا هر آرمان بزرگ دیگری برسد. تخیل را قیچی ذهن خواندند. این قیچی شبانه روز در حال بریدن تصاویر است. آدمی در ذهن خود تصاویری می‌بیند و دیر یا زود در دنیای بیرون با آفریده‌های ذهنش رویارو می‌شود. برای آموزش موفقیت آمیز نیروی خیال باید کار ذهن را شناخت. یونانیان قدیم می‌گفتند خودت را بشناس. چهار اثر از اسکاولشین. بازی تخیل. تخیل را قیچی ذهن خواندند. این قیچی شبانه روز در حال بریدن تصاویر است. آدمی در ذهن خود تصاویری می‌بیند و دیر یا زود در دنیای بیرون با آفریده‌های ذهنیش رویارو می‌شود. برای آموزش موفقیت‌آمیز نیروی خیال باید کار ذهن را شناخت. یونانیان قدیم می‌گفتند خود را بشناس. ذهن سه بخش دارد: نیمه هوشیار، هوشیار و هوشیاری برتر. ذهن نیمه هوشیار چون بخار یا برق قدرت مطلق است و بدون مسیر و جهت، هر فرمانی به آن بدهند همان را انجام می دهد و توان فهم و استنباط را ندارد. هر آنچه آدمی عمیقاً احساس یا به روشنی مجسم کند بر ذهن نیمه هوشیار اثر می گذارد و مو به مو در صحنه زندگی ظاهر می شود. زنی را می شناسم که در کودکی همیشه وانمود می کرد که بیوه است. سراپا سیاه می پوشید و توری بلند و سیاه بر سر می نهاد. اطرافیانش تصور می کردند که بسیار باهوش و بانمک است. تا اینکه کودک بزرگ شد و با مردی عروسی کرد که از جان و دل دوستش می داشت. اما چندی نگذشت که شوهرش مرد و زن سالیان سال لباس سیاه به تن کرد و تور سیاه بر سر گذاشت. تصویر خودش به صورت یک بیوه زن بر ذهن نیمه هوشیارش اثر گذاشته بود و به رغم مصیبت جانکاهی که به بار آورد به وقت خود به عینیت در آمد. ذهن هوشیار را ذهن نفسانی یا فانی خواندند. ذهن هوشیار ذهنی بشری است و زندگی را به همون شکلی که به نظر میرسد میبیند. ذهن هوشیار مرگ و بلا و بیماری و فقر و تنگنا را مشاهده میکند و بر ذهن نیمه هوشیار اثر میگذارد. هوشیاری برتر یعنی آن ذهن الهی که درون هر انسان است و قلمرو و آرمانهای عالی و عرصه طرح الهی. یعنی زیرا هر انسانی صاحب طرحی الهی است که افلاطون آن را الگوی کامل خوانده است. جایی هست که جز تو هیچ کس نمیتواند آن را پر کند.
کاری هست که جز تو هیچ کس قادر به انجامش نیست. این طرح در هوشیاری برتر انسان دارای تصویری است در نهایت کمال که معمولاً به صورت آرمانی دست نیافتنی یا آرزوی چنان رویایی که محال است برآورده شود در ذهن هوشیار جلوه می کند. همانا این تقدیر یا غایت راستین آدمی است که از جانب خرد لایتناهی درون خود او بر او جلوه کرده است. اما بسیاری از مردم بی خبر از غایات یا تقدیر راستین خود برای چیزها و اوضاعی میکوشند که از آن آنها نیست و اگر به دست آید جز شکست و ناخشنودی حاصلی به بار نخواهد آورد. مثلا زنی نزدم آمد تا برای شفاعت کنم که با مردی معین که به او دلباخته بود و او را الف به مینامید ازدواج کنم. به زن گفتم که این نوع درخواست برخلاف قانون معنویت است. اما شفاعت میکنم. با کسی که خدا برایت میخواهد و اراده میکند ازدواج کنی. آنگاه افسودم اگر الف ب بنا به حق الهی از آن تو باشد نمیتوانی او را دست بدهی. اگر نه همترازش را به دست خواهی آورد. اغلب الف ب را میدید اما در رابطه آنها بهبودی حاصل نشده بود. تا اینکه یک روز عصر به من تلفن کرد و گفت میدانی که در سراسر هفته گذشته الف ب به نظرم موجود جالب توجهی نیامده. گفتم شاید او خواست خدا نیست و شوهر آیندهت مرد دیگری باشد. چندی نگذشت که مردی به یک دیدار به او دل باخت و او را زن دلخواه خود خواند و آنچه را که همیشه آرزو کرده بود از الف ب بشنود به او گفت. زن گفت همه حرفهایش صمیمانه و بی‌ریا بود. بیدرنگ عشق او را پذیرفت و توجهش را به الف ب از دست داد. این نمایانگر قانون جایگزینی است. اندیشه درست جانشین اندیشه نادرست شد. از این رو قربانی در کار نبود. عیسی مسیح گفت اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. و افسود که این ملکوت در باطن خود انسان است. تفکر شماست که زندگی شما را می سازد. مثبت اندیش باشید و مثبت فکر کنید. ملکوت عرصه آرمان‌های درست یا الگوی الهی است. عیسی مسیح به ما آموخت که در بازی زندگی کلام نقشی تعیین کننده دارد. از سخنان خود عادل شمرده خواهید شد و از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد. چه بسیارند کسانی که با کلام کاهلانه خود به زندگیشان مصیبت فراخواندند. مثلا روزی زنی از من پرسید چرا زندگیش دستخوش فقر و تنگ دستی شده است. روزگاری خانه و کاشانه‌ای داشت و صاحب زیباترین اشیا مال و مکنت فراوان بود. دریافتم که او همواره از اداره خانه و زندگی یک ریز می گفته است دیگر از همه چیز به تنگ آمدم. کی می شود در یک لانه زندگی کنم؟ و افسود خب اکنون نیز در یک لانه زندگی می کنم. پس با کلام خود برای خود لانه ای ساخته بود. ذهن نیمه هوشیار حس شوخ طبعی ندارد و مردم اغلب با شوخی هایشان تجربه های ناخوشایند برای خود می آفرینند. مثلا زنی ثروتمند مدام به شوخی می گفت دارم خودم را برای زندگی در خانه سالمندان آماده می کنم. با تصویر نقش تنگ دستی و تهی دستی بر ذهن نیمه هوشیار چند سالی نیز نگذشت که کارش به همانجا کشید. خوشبختانه این قانون در هر دو جهت کار می کند، یعنی می تواند فقر را نیز تبدیل به ثروت کند. مثلا یک روز داغ تابستانی زنی نزدم آمد که شفاعتی کند تا توانگر شود. گفت که در تمام دنیا 8 دلار بیشتر ندارد. گفتم خیلی هم عالی است. ما به این 8 دلار برکت خواهیم داد تا چندین و چند برابر شود. همانطور که عیسی مسیح نانها و ماهیها را برکت داد و هزاران برابر کرد. عیسی مسیح به ما آموخت که همه انسانها از قدرت برکت دادن و فزونی بخشیدن و شفا دادن و توانگر ساختن بهره مندند. زن پرسید حالا باید چه بکنم؟ گفتم از شهود پیروی کن. به دلت افتاده که چه کار کنی یا کجا بروی؟ شهود یعنی الهام یا دریافت هدایت مستقیم از باطن. شهود راهنمای لغزش ناپذیر انسان است و در یکی از فصلهای بعدی به تفصیل به قوانین آن خواهیم پرداخت. زن پاسخ داد زیاد مطمئن نیستم اما انگار به دلم افتاده که به خانه بروم.
آنقدر پول همراه هم هست که بتوانم کرایه ماشینم را بدم. خانهش در شهری دور بود و سر و وضعی فقیرانه داشت. ذهن استدلالی یا عقل می گفت در همین نیویورک بمان و کاری برای خودت دست و پا کن و پولی گیر بیاور. گفتم پس فوری به خانه برو. هرگز از آن چیزی که به دلت می افتد سرپیچی نکن. و در حضور خودش این کلام را به زبان آوردم که جان لایتناهی راه فراوانی و دولتمندی را بر این زن بگشا، زیرا او مغناطیسیس مقاومت ناپذیر در برابر همه چیزهایی که حق الهی او است. گفتم خودش هم پیاپی این جمله را تکرار کند. او بیدرنگ به خانه رفت. یک روز که رفته بود به خانومی سر بزند، به یکی از دوستان قدیمی خانوادگیش برخورد و از طریق این دوست به طرزی معجزه آسا هزاران دلار به دست آورد. این زن بارها به من گفته است درباره زنی که با 8 دلار و یک الهام قلبی نزد تو آمد به مردم بگو. وفور نعمت همواره بر سر راه انسان است، اما از طریق آرزو، ایمان یا کلام به زبان آمده میتواند نمایان شود. عیسی مسیح آشکارا گفته است که نخستین حرکت را انسان باید انجام دهد. بخواهید که به شما داده خواهد شد، بطلبید که خواهید یافت، بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد. انجیل متا. در کتاب مقدس می‌خوانیم هر که خواند دریافت کند. خرد لایتناهی خدا همواره آماده است که کوچکترین یا بزرگترین آرزوی انسان را برآورد. هر آرزوی خواه به زبان آمده و خواه نهفته در دل یک استدعا است و چه بسیار همه ما از برآورده شدن ناگهانی آرزوی حیرت کرده ایم. مثل عید پاک با دیدن رزهای زیبا پشت ویترین گلفروشی ها آرزو کردم ای کاش به من نیز یکی از آنها داده شود. در یک آن این تصویر از برابر چشمم گذشت که یک بطه گل رز را به خانه ام آوردند. سرانجام عید پاک آمد، آن هم با یک بطه رز زیبا. فردای آن روز از دوستم تشکر کردم و به او گفتم که گل رزها دقیقا همانی بود که آرزویش را داشتم. دوستم پاسخ داد اما من که برایت رز نفرستادم، زنبق فرستادم. گلفروش اشتباهاً برایم رز فرستاده بود، تنها به این دلیل که من عمل کردم به قانون را آغاز کرده بودم، پس به ناچار باید صاحب بوته رز می شدم. جز تردید و هراس هیچ چیز نمی تواند میان انسان و بزرگترین آرمانها یا مرادهای دلش فاصله ایجاد کند. به محض اینکه آدمی بتواند بی هیچ دلهوری آرزو کند، هر آرزوی بیدرنگ برآورده می شود. دلیل علمی این مسئله و چگونگی زدودن ترس از هوشیاری را در یکی از فصلهای بعدی به تفصیل توضیح خواهم داد. ترس تنها دشمن آدمی است. ترس از تنگ دستی، ترس از شکست، ترس از بیماری، ترس از دست دادن و احساس ناایمنی برای هر مسئله. عیسی مسیح گفت ای کم ایمانان چرا ترسان هستید؟ پس باید ایمان را جانشین ترس کرد، زیرا ترس ایمان وارونه است. ترس یعنی ایمان به شر به جای ایمان به خیر. هدف بازی زندگی این است که آدمی به روشنی خیر و صلاح خود را ببیند و هرچه تصویر شر را از ذهن بزداید. برای رسیدن به این هدف باید با مشاهده خیر و نیکی بر ذهن نیمه هوشیار اثر گذارد. مردی هوشمند و موفق به من گفت که به خواندن نوشته‌ای که بر دیوار اتاقی آویخته بود، ناگهان همه حراس‌هایش از میان رفت. مضمون آن تابلو چنین بود: چرا نگران باشیم؟ شاید هرگز پیش نیاید. این کلمات چنان محو ناشدنی بر ذهن نیمه هوشیار او نقش بست که اکنون معتقد است که تنها خیر و نیکی می‌تواند به زندگیش راه یابد. از این رو جز خیل و نیکی نیست پیش نمی آید. در یکی از فصلهای بعد از شیوه های گوناگون تأثیر بر ذهن نیمه هوشیار گفتگو خواهیم کرد. ذهن نیمه هوشیار غلام نیک امین انسان است. اما باید دقت کنیم تا دستورهای درست را به آن بدهیم. همواره شنونده خاموش ذهن نیمه هوشیار آدمی در کنار او ایستاده است. هر کلام یا اندیشهی بر ذهن نیمه هوشیار
اثر می‌گذارند و با دقتی حیرت‌آور به عینیت در می‌آیند. درست مانند ضبط صدای خواننده‌ای بر صفحه حساس گرامافون که هر آوا و هر لحن و حتی سرفه یا مکس او نیز ضبط می‌شود. پس بیایید تا همه آن صفحه های کهنه نامطلوب و آن صفحه های زندگی را که دیگر میل نداریم نگه داریم در ذهن نیمه هوشیار خود بشکنیم و صفحه های زیبا و تازه بسازیم. با صدایی رسا و محکم و با اعتقادی راسخ این عبارت را تکرار کنید: اکنون به یمن کلامی که بر زبان می آورم هر صفحه غیر حقیقی را در ذهن نیمه هوشیار را می شکنم و نابود می کنم. آنها زاییده خیالات بیهوده خودم هستند و در واقع وجود ندارند. اکنون به برکت خدایی که در دل من است صفحات عالی و کامل خودم را می سازم. صفحات سلامت و ثروت و محبت و بیان کامل نفس. این است عرصه زندگی و غایت بازی. در فصلهای آینده نشان خواهم داد که چگونه آدمی می تواند با عوض کردن کلامش وضع خود را دگرگون سازد، زیرا انسان بی خبر از نفوذ کلام همواره از زمان عقب است. و در انتها این را بگویم که مرگ و زندگی در قدرت زبان است. قانون توانگری از کتاب 4 اثر از فلورانس اسکاوشین. آنگاه قادر مطلق گنج تو و نقره خالص برای تو خواهد بود. یکی از بزرگترین پیام‌هایی که کتاب مقدس به تبار آدمیان داده است این است که خدا روزی رسان است. به انسان با کلامی که بر زبان می‌آورد می‌تواند هر آنچه را که حق الهی او است به عینیت و تملک خود درآورد. هرچند باید به کلامی که بر زبان می‌آورد ایمان کامل داشته باشد. اشعیای نبی گفت: همچنان کلام من که از دهانم بیرون آید خواهد بود، نزد من بی ثمر باز نخواهد گشت، آنچه را که خواستم به جا خواهم آورد و برای آنچه که آن را فرستادم کامران خواهم شد. اکنون می دانیم که واژه ها و اندیشه ها دارای امواجی بی نهایت نیرومندند که همواره به تن و چارچوب امور آدمی شکل می بخشند. زنی آشفته و پریشان نزدم آمد و گفت که قرار است 15 ماه برای مبلغ $3,000 تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد. هیچ راهی نیز برای به دست آوردن این پول به نظرش نمی رسید و سخت ناامید بود. به او گفتم که خدا روزی رسان است و خزانه غیبی او است و برای هر تقاضایی عرضه‌ای هست. پس کلام لازم را بر زبان آوردم و خدا را شکر کردم که این زن در وقت مقرر و از راهی درست این $3,000 را دریافت خواهد کرد. به او گفتم که باید ایمان کامل داشته باشد و ایمان کامل خود را در عمل نشان دهد. 15 ماه آمد اما هنوز از پول خبری نبود. زن در تماسی تلفنی از من پرسید که چه باید بکند. گفتم امروز که شنبه است، پس امروز آنها نمی توانند تو را مورد پیگرد قانونی قرار دهند. تنها وظیفت این است که چون یک ثروتمند عمل کنی و در پناه این رفتار ایمان کامل خود را به این که تا دوشنبه این پول را خواهی گرفت نشان بدهی. از من خواست تا با او نهار بخورم و شهامتش را حفظ کنم. در رستورانی که به او پیوستم گفت اکنون وقت صرفه‌جویی نیست. غذای گران سفارش بده و طوری رفتار کن که انگار پیشاپیش $3,000 را گرفتی. آنچه در عبادت می‌طلبید یقین بدانید که آن را یافتید و به شما عطا خواهد شد. باید چنان رفتار کنید که گویی پیشاپیش آن را ستانده اید. صبح روز بعد دوباره به من تلفن کرد و از من خواست که تمام روز را با او بگذرانم. گفتم نه، تو در پناه خدایی و خدا هرگز دیر نمی کند. عصر همان روز هیجان زده تلفن کرد و گفت عزیزم معجزه‌ای رخ داد. امروز صبح در اتاقم نشسته بودم که زنگ در به صدا در آمد. به دخترک خدمتکار گفتم کسی را راه نده. دخترک از پنجره به بیرون نگاه کرد و گفت پسر عموی شما است، همون که ریش بلند سفیدی دارن. گفتم صدایش کن، میل دارم او را ببینم. داشت از سر کوچه می پیچید که صدای خدمتکار را شنید و برگشت. ساعتی صحبت کرد و درست همان موقع که برخواسته بود برود رو به من کرد و پرسید راستی وضع مالیت در چه حالی است؟ به او گفتم که به $3,000 احتیاج دارم.
او هم گفت ناراحت نباش عزیزم، اول ماه $3,000 به تو میدهم. اما من میل نداشتم به او بگویم که مورد پیگرد قانونی قرار خواهم گرفت. حالا هم نمیدانم چه باید بکنم، چون تا اول ماه که پولی دستم نمیآید، در حالی که فردا آن را لازم دارم. گفتم به شفا و شفاعت ادامه بده. آنگاه گفتم جان جانان هرگز دیر نمی کند. خدا را شکر که این زن در عرصه غیبی این پول را ستانده و به موقع خود در عرصه عینی نیز آن را خواهد ستاند. صبح روز بعد پسر عمویش به او تلفن کرد و گفت امروز صبح به دفترم بیا و پول را بگیر. آن روز بعد ظهر زن $3,000 در حساب بانکیش پول داشت و با شتابی هماهنگ با هیجانش به نوشتن چکهای لازم سرگرم بود. اگر کسی موفقیت بطلبد اما اوضاع را برای شکست آماده کند، دچار همان وضعی خواهد شد که برای آن تدارک دیده است. مثلا مردی نزدم آمد تا برای شفاعت کنم که قرض خود را بپردازد، اما پی بردم که او تمام مدت نقشه می کشد که اگر نتواند قرض خود را بپردازد چه پاسخی باید بدهد و در نتیجه کلام مرا خونسا می کرد. حال آنکه او باید خود را در حال پرداخت قرض می دید. کتاب مقدس درباره این موضوع تصویری شگفت انگیز ارائه می دهد. حکایت سه پادشاه که بدون ذره آب برای افراد و اسبهایشان در بیابان مانده بودند، با الیاس نبی مشورت کردند و او این پیام حیرت انگیز را به آنها داد. خداوند می‌فرماید آنگاه که اثری از باد و باران نمی‌بینید، این دره را از گودال‌ها پر کنید. درست هنگامی که انسان کوچکترین نشانه‌ای از آنچه طلبیده است نمی‌بیند، باید برای آن تدارک ببیند. مثال، همان سالی که نیویورک گرفتار کمبود شدید مسکن بود، زنی باید خانه‌ای پیدا می‌کرد. البته همه آن را امری محال می‌دانستند. دوستانش با تأسف به او می‌گفتند واقعاً چه حیف که مجبوری اساسیت را در یک انبار بگذاری و در هتل زندگی کنی. اما او پاسخ می‌داد لازم نیست به حال من دلسوزی کنید. من ابرمردم و خانه دلخواهم را پیدا خواهم کرد. و مدام این عبارت را تکرار می‌کرد که جان لایتناهی، راه را برای آن خانه‌ای که برایم می‌خواهی بگشا. او یقین داشت که برای هر تقاضا عرضه‌ای هست، چون در عرصه معنویت کار می‌کرد. شرط و شروطی نمی‌گذاشت و می‌دانست آن کس که با خدا است در موضع قدرت ایستاده است. به فکر افتاده بود که چند پتوی نو بخرد، اما همین که شیطان توی جلدش رفت و دوچار وحشت شد، یا همین که ذهن استدلالی ندا در داد پتوها را نخر، شاید نتوانی خانه گیر بیاوری و این پتوها روی دستت بماند، فوری به خود تشر زد که من با خریدن این پتوها گودالهایم را حفر می کنم. و به این طریق برای خانه خود تدارک دید. پس او چنان عمل می کرد که گویی پیشاپیش صاحب خانه است. به گونه ای معجزه آسا نیز خانه پیدا کرد. با وجود 200 متقاضی دیگر آپارتمان به او داده شد. پتوها که نمایانگر ایمان فعال بودند کار خود را کردند. نیازی نیست بگویم گودالهایی که آن سه پادشاه در بیابان کندند نیز از آب لبریز شد. امور را با چاشنی معنویت به نوسان درآوردن برای شخص عادی آسان نیست. اندیشه های منفی آکنده از تردیدها و ترسها از ذهن نیمه هوشیار سر بر می کشند. اینها لشکر بیگانگان هستند که باید تار و مار شوند. اکنون در می یابیم که چرا معمولا پیش از سحر اینقدر تاریک است. اغلب پیشی از موفقیت بزرگ اندیشه های عذاب دهنده می آیند. هرگاه جمله‌ای سرشار از حقیقت معنوی والایی را تکرار می‌کنم، معتقدات قدیمی ذهن نیمه هوشیار را به مبارزه می‌طلبم. از این رو خطا عیان می‌گردد تا به دور افکنده شود. در این هنگام که باید پیاپی عبارت تأکیدی سرشار از حقیقت را تکرار کنیم و شاد و شاکر باشیم که پیشاپیش خاصه خود را ستانده‌ایم. پیش از آن که بخوانند پاسخ خواهم داد. پس هر موهبت عالی و دلخواهی پیشاپیش در انتظار انسان است، بادا که آدمی آن را باز شناسد. انسان تنها آن چیزی را میتواند به دست آورد که خود را در حال ستاندن یا داشتن آن ببیند. به قوم یهود گفته بودند تمامی زمینی را که میبینید میتوانید دارا باشید.
این حقیقت درباره همه افراد صادق است. هر انسانی صاحب آن سرزمینی است که با چشم رویا یا دیده خیال می‌بیند. هر کار و هر توفیق بزرگ با چشم بر نداشتن از آن تصویر به وقوع می پیوندد و معمولاً درست پیش از کامیابی عظیم دلسردی و شکست ظاهری از راه می رسند. هنگامی که قوم یهود به عرض موعود رسیدند می ترسیدند وارد آن شوند. می گفتند زمین پر از غول‌هایی هست که انسان خود را در برابر آنها چون ملخ می پندارند و در آنجا جباران را دیدند و ما در نظر خود چون ملخ بودیم. این تقریبا تجربه همه آدمیان است. هرچند انسان آگاه از قانون معنویت از ظاهر امور آزرده نمی شود و زمانی که همچنان در اسارت است شادی می کند. یعنی از رویای خود چشم بر نمی دارد و شکر به جا می آورد که به مراد خود رسیده است و حاجت خود را پیشاپیش ستانده است. بهترین مثال را عیسی مسیح ارائه داد. به شاگردانش گفت آیا شما نمی گویید که 4 ماه دیگر موسم درو است؟ اینک به شما میگویم نگاه کنید و مزرعه ها را ببینید، زیرا که همکنون برای درو سفید شدن. بینش روشن او در دنیای ماده نفوذ میکرد و عالم 4 بعدی را به روشنی میدید. حقیقت امور را از دیدگاه ذهن الهی میدید. پس انسان همواره باید به غایت سفر خود چشم بدوزد و چنین بطلبد که آنچه پیشاپیش ستانده به صحنه درآید. حال خواستش سلامت کامل باشد، خواه محبت، خواه نعمت، خواه خانه، خواه دوستان و یا بیابان کامل باشد و یا بیان کامل نفس. همه اینها آرمانهایی هستند در منتهای کمال که در ذهن الهی هوشیاری برتر خود انسان نقش بستند و قرار نیست نزد او بیایند. اینها باید از طریق او آشکار شوند. مثلا مردی نزدم آمد تا شفاعتی کنم که موفق شود. چاره ای نداشت جز این که تا تاریخ معین برای شروع کارش 50,000 دلار به دست آورد. هنگامی که نومیدانه نزد من آمد محدودیت زمانی به سر آمده بود. نه شریکی پیدا کرده بود تا بتواند از سرمایه گذاری او استفاده کند و نه بانک تقاضای وام را پذیرفته بود. گفتم به گمانم در بانک از کوره در رفتی و از این رو اقتدار خود را از دست دادی، چون اگر بتوانی خود را مهار کنی آنگاه خواهی توانست انان هر وضعیتی را در کف اختیار بگیری. و افسودم بسیار خوب، تو به بانک بازگرد، من هم شفاعت میکنم. و شفاعتم بر زبان آوردن این کلام بود: تو در محبت با جان یکایک که کسانی که با این بانک در ارتباطند یگانی، پس باشد تا سیمای الهی این وضعیت چهره بنماید. پاسخ داد: خانم عزیز، شما درباره امری محال صحبت می کنید. فردا شنبه است و بانک ساعت 12 تعطیل می شود. قطار هم که زودتر از ساعت 10 مرا به آنجا نمی رساند. فردا نیز آخرین مهلت من است. آنها هم که در هر صورت وام نمی دهند، تازه حالا دیگر هم که خیلی دیر شده است. گفتم خدا به زمان احتیاج ندارد و هرگز دیر نمی کند. ضمناً برای کسی که با خداست همه چیز میسر است. و افسودم من کوچکترین اطلاعی از کسب و کار ندارم، اما از کار خدا خوب سر در می آورم. گفت اینجا پیش شما که می نشینم و به حرفهایتان گوش می کنم همه چیز عالی است، اما همین که پایم را بیرون میگذارم وحشتناک است. در شهری دور زندگی میکرد و 1 هفته از او بیخبر بودم تا نامه‌ای رسید که در آن نوشته بود حق با شما بود. پولی را که لازم داشتم به دست آوردم و دیگر هرگز در حقیقت آنچه به من گفتید شک نخواهم کرد. چند هفته بعد او را دیدم و پرسیدم راستی چطور شد؟ اینطور که پیداست خیلی هم فرصت داشتی. پاسخ داد قطارم دیر کرد و درست 11:45 آنجا رسیدم. آهسته وارد بانک شدم و گفتم برای وام آمدم. آنها هم بی آنکه چیزی بپرسند وام را پرداختند. 15 دقیقه آخر به او اختصاص داده شده بود و جان لایتناهی دیر نکرده بود. در این مورد مرد به تنهایی نمیتوانست به خواسته خود برسد و به کمک نیاز داشت تا از هدفش چشم بر ندارد و منصرف نشود. این از آنچه انسانی در حق انسانی دیگر میتواند بکند.
عیسی مسیح از این حقیقت باخبر بود و به همین دلیل بود که گفت هرگاه دو تن از شما در زمین درباره هر چه که بخواهند متفق شوند، همانا از جانب پدر من که در آسمان است برای آنها انجام خواهد شد. آدمی به مسائل خود بیش از اندازه نزدیک می شود و از این رو تردید می کند و می ترسد. دوست یا شفا دهنده به روشنی موفقیت و سلامت یا برکت و ثروت را برای او می بیند و هرگز دچار تزلزل نمی شود، چون بیش از اندازه به آن وضعیت نزدیک نیست. به عینیت درآوردن خواسته برای دیگری به مراتب آسان تر از به عینیت درآوردن خواسته برای خیشتن است. از این رو اگر کسی احساس میکند دوچار تزلزل شده است، هرگز نباید در طلب کمک تردید روا دارد. روزگاری یک ناظر دقیق زندگی گفت هیچ انسانی نمیتواند شکست بخورد اگر انسانی دیگر او را موفق دیده باشد. چنین از قدرتی که در بینش نهفته است و چه بسیارند انسانهای بزرگی که موفقیت خود را مدیون همسر، خواهر یا دوستی بودند که به آنها اعتماد داشتند و لحظه ای از این اعتقاد یا آرمان دست نکشیدند. نفوذ کلام، از کتاب 4 اثر از فلورانس اسکابشی. از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد. کسی که از نفوذ کلام باخبر است به هنگام گفتگو دقت بسیاری به خرج می دهد. کافیست مراقب واکنش کلامش باشد تا بداند که بی ثمر باز نمی گردد. انسان با کلامی که بر زبان می آورد پیوسته قوانینی بر خود وضع می کند. مردی را می شناختم که یک ریز می گفت من هیچگاه سر وقت به اتوبوس نمی رسم. بی برو برگرد، همین که برسم اتوبوس هم می رود. دختر او می گفت من همیشه به اتوبوس می رسم، همین که برسم سر و کله اتوبوس هم پیدا می شود. این وضع سالها ادامه داشت. هر یک از آنها قانون خود را وضع کرده بودند. یکی قانون شکست و دیگری قانون موفقیت. این است قانون خرافات. نعل اسب یا پای خرگوش که قدرتی ندارند. این کلام و اعتقاد خود انسان است که در ذهن نیمه هوشیارش امید و انتظار می آفریند و برایش شگون و خوش اقبالی می آورند. یا وضعیتی خجسته را به سوی خود جذب می کند. هرچند تجربه نشان می دهد انسانی که از نظر معنویت پیشرفته است و واقف به قانونی والاتر تحت تأثیر این قانون قرار نمی گیرد. انسان نمیتواند به گذشته بازگردد، اما میتواند تصاویر نقش بسته را کنار بگذارد. برای مثال دو تن از آقایان کلاس هم چند ماهی در کسب و کار موفقیتی چشمگیر داشتند، اما ناگهان همه چیزشان برباد رفت. سعی کردیم وضعیت را تجزیه و تحلیل کنیم. دریافتیم که آنها برای رسیدن به موفقیت و ثروت به جای اینکه بر خدا چشم بدوزند و بر تکرار عبارت سرشار از حقیقت تاکید ورزند، هر کدامشان یک میمون خوشیومن خریده بودند. گفتم آها، تازه فهمیدم، شما به جای توکل به خدا به میمونهای خوشیومن توکل کردید. میمونهای خوشیومن را کنار بگذارید و قانون بخشایش را فراخوانید، زیرا انسان می تواند خطاهای خود را ببخشاید یا خونسا کند. آنها تصمیم گرفتند میمونهای خوشیوم را در آتش بیاندازند و کاروبارشان نیز از نو رونق گرفت. البته منظور این نیست که باید هر تزیین مبارک یا نعل اسبی را که در خانه هست دور بیاندازیم، اما باید دانست که قدرتی که در پس آنها نهفته است یگانه قدرتی است که وجود دارد، قدرت خدا، و جز او قدرتی نیست و آن اشیا نیز جز این که به او احساس امید و انتظار ببخشد کار دیگری نمیتواند بکند. مثلا روزی با دوستی بودم که سخت نومید شده بود. از خیابان که میگذشتیم نعل اسبی یافت. لبریز از شادی و امید گفت که خدا این نعل اسب را برایش فرستاده است تا شهامتش را حفظ کند. در واقع در آن لحظه نعل اسب تنها چیزی بود که می توانست در هوشیاری او نقش ببندد. از این رو امیدش به ایمان بدل شد و سرانجام موفقیتی بزرگ آفرید. می خواهم این نکته را روشن کنم که آن آقایان تنها به میمونها دلخوش کرده بودند.
حالان که این زن متوجه قدرتی بود که در پس نعل اسب نهفته بود. به یاد دارم در مورد خودم خیلی طول کشید تا توانستم از این اعتقاد دست بردارم که چیزی معین سبب بدبیاری می شود. همین که آن رویداد پیش می آمد، دلسردی نیز در پی آن از راه می رسید. دریافتم تنها چیزی که می تواند در ذهن نیمه هوشیار دگرگونی پدید آورد، تأکید بر این نکته است که دو قدرت وجود ندارد. تنها یک قدرت است، قدرت خدا. پس دلسردی نیز وجود ندارد و این اکتشاف یعنی یک شادی غیر منتظره. بیدرنگ متوجه تغییری شدم و شادی‌های غیر منتظره نیز باریدن گرفتند و بر سر راه هم سبز شدند. دوستی دارم که میگفت هیچ چیز نمیتواند او را وادارد که از زیر نردبان بگذرد. گفتم اگر بترسی معنایش این است که تسلیم به اعتقاد به دو قدرت خیر و شر شدی، حالان که باید به یک قدرت معتقد باشی. چون خدا قدرت مطلق است و قدرتی که بتواند با او به ستیزد وجود ندارد، مگر اینکه انسان برای خود شر کاذب بیافریند. پس برای اینکه نشان بدهی تنها یک قدرت، یعنی قدرت خدا معتقدی و شر نه قدرتی دارد و نه واقعیتی، از زیر اولین نردبانی که میبینی بگذر. چندی نگذشت که برای برداشتن چیزی از صندوقچه اشیای قدیمی به بانک رفت، اما نردبانی سر راهش قرار داشت. ممکن نبود که بیگذر از زیر نردبان به صندوق برسد. ترسید و از میان در رفت و بازگشت. طاقت نداشت با شیری که سر راهش قرار گرفته بود رویارو شود. به خیابان که رسید کلمات هم در گوشش زنگ زد و برآن شد که بازگردد و از زیر نردبان بگذرد. لحظه خطیر زندگیش بود، چون نردبان سالیان سال او را در اسارت نگه داشته بود. به سوی نردبان گام برداشت، اما نردبان دیگر آنجا نبود. معمولا چنین است، اگر انسان بر آن شود که به همون کاری دست بزند که از آن می هراسد، دیگر ناچار به انجام آن نخواهد. این قانون عدم مقاومت است که هنوز به اهمیت آن پی نبردیم. یکی گفته است که شهامت سرشار است از سحر و نبوغ. بیباکانه با وضعیتی روبرو شوید تا ببینید که اصلا وضعیتی در کار نبوده است، زیرا بیدرنگ همه ی وزن و سنگینی خود را از دست می دهد. توجه این امر آن است که ترس نردبان را در سر راه آن زن قرار داد و بیباکی آن را از سر راهش بر می داشت. از این رو نیروهای غیبی همواره برای آدمی سرگرم کارند و این خود اوست که سر نخ را به دست دارد، هرچند که به این مهم واقف نیست. به دلیل قدرت تموجی و نفوذ طیفی کلام، هر آنچه آدمی بر زبان آورد همان را به سوی خود جذب می‌کند. کسانی که پیوسته از بیماری سخن می‌گویند همواره بیماری را به سوی خود جذب خواهند کرد. حتی پس از آگاهی از حقیقت نیز آدم نمی‌تواند چنان که باید در گفتارش دقیق باشد. دوستی دارم که اغلب پای تلفن میگوید بیا به دیدنم تا مثل قدیم و ندیم گپ بزنیم. این عبارت مثل قدیم و ندیم گپ زدن یعنی یک ساعت گفتگو حاوی 500 تا 1000 واژه مخرب و موضوعهای اصلی عبارتند از اوضاع خراب مالی و شکست و بیماری و شکایت. من نیز پاسخ میدهم نه متشکرم، در زندگی به اندازه کافی مثل قدیم و ندیم گپ زدم. آنها خیلی گران تمام میشوند. حاضرم گپی تازه بزنم درباره آنچه دوست داریم، نه درباره آنچه که مطابق میل ما نیست. یک مثل قدیمی میگوید تنها به سه منظور جرأت کنید کلامتون را به کار ببرید: برای طلب شفا، برکت و سعادت. هر آنچه آدمی درباره دیگران بگوید درباره او خواهند گفت و هر آنچه برای دیگران آرزو کند همانا برای خود او آرزو کرده است. لعن و نفرین به خود دشنام دهنده باز می کردند. اگر انسانی برای کسی بدبختی بخواهد، بی تردید بدبختی به سراغ خود او خواهد آمد. اگر بخواهد به کسی کمک کند تا به موفقیت برسد، همانا راه موفقیت خود را هموار کرده است. تن به یمن کلام و در پرتو بینش روشن میتواند دگرگون و بازآفرینی شود و بیماری را یک سر از صفحه هوشیاری بزداید.
انسان آگاه از ماوراءالطبیعه می داند که بیماری در ذهن ریشه دارد و برای شفای تن نخست باید روح را شفا داد. روح همان ذهن نیمه هوشیار است که باید از تفکر نادرست رهانیده شود. در مزمور 23 می خوانیم او جان مرا برمیگرداند. این آیه یعنی ذهن نیمه هوشیار یا روح باید با آرمانهای درست بازگردانده شود و وصل عارفانه یعنی وصل روح با جان جانان یا وصل ذهن نیمه هوشیار با هوشیاری برتر، زیرا این دو باید یگانه باشند. هرگاه ذهن نیمه هوشیار از آرمانهای متعالی هوشیاری برتر سرشار شود، انسان به وحدت با خدا میرسد. من و پدر یکی هستیم. این بدان معناست که آدمی در این مقام با عرصه آرمانهای عالی یگانه است. این است انسانی که به سیما و شبیه خیال خدا آفریده شده و بر همه مخلوقات و ذهن و تن و امور خود اقتدار و تسلط یافته. اگر بگوییم بیماری و بدبختی زاییده تخلف از قانون محبت است، به خطا نرفتیم. به شما حکمی تازه می دهم که به یکدیگر محبت کنید و در بازی زندگی محبت و نیکخواهی بر هر تدبیری پیروز می شود. زنی را می شناسم که ظاهراً سالیان سال دچار مرض پوستی وحشتناکی بود. پزشکان از علاج او درمانده بودند و زن سخت نومید بود. بازیگر صحنه بود و می ترسید مبادا ناچار شود حرفش را رها کند. راه دیگری نیز برای حمایت از خود نداشت. باری در نمایشنامه بازی خوبی ارائه داد و در همان شب گشایش موفقیتی چشمگیر به دست آورد. ناقدان بهبه و چهچهشان را به سرش باریدند و او شاد و سرمست بود. اما روز بعد ورقه اخراجش را به دستش دادند. مردی از بازیگران به موفقیت او حسد ورزیده و زمینه اخراجش را فراهم کرد. احساس کرد نفرت و انزجار سر و سر وجودش را فرا گرفته است. فریاد برآورد: خدایا نگذار از آن مرد کینه‌ای به دل بگیرم. آن شب در دل سکوت دست به دعا برداشت و ساعتها به راز و نیاز ادامه داد. زن گفت: چندی نگذشت که به سکوت و سکونی بی نهایت ژرف رسیدم. انگار با خودم، با آن مرد و با همه دنیا در آشتی و آرامش بودم. دو شب پیاپی به این کار ادامه دادم و روز سوم دریافتم که بیماریم کاملا شفا یافته است. او با طلب محبت یا خیرخواهی قانون را اجرا کرده بود، چون محبت اجرای این قانون است و مرض که زاییده نفرتی نیمه هوشیار بوده ناپدید شد. انتقاد مداوم روماتیسم ایجاد میکند، چون افکار ناشی از بدبینی و ناهماهنگی خون را مسموم می کند و این سموم در مفاصل رسوب می کند. حسد و نفرت و کدورت و وحشت رشد کاذب پدید می آورند. اصولاً هر مرضی حاصل ذهنی ناآرام است. یک بار در کلاس هم گفتم فایده ندارد از کسی بپرسیم مسئله چیست. باید از او بپرسیم چه کسی برایت مسئله ایجاد کرده. عدم بخشایش علت عمده امراض است. تسلب شراین یا انجماد کبد می آورد و بر بینایی اثر می گذارد. اگر بخواهیم نام این بیماری ها را بشماریم، سر به جهنم می زند. روزی به دیدار خانومی رفتم که می گفت از خوردن صدفی مسموم بیمار شده است. گفتم نه، صدف بیازار بود، تو صدف را مسموم کردی. حالا تعریف کن ببینم چه شده. گفت نزدیک 19 نفر با 19 نفر به جر و بحث نشسته بود و چنان ناهماهنگ شده بود که صدف ناسالم را به خود جذب کرده بود. هر ناهماهنگی ظاهری نشانه ناهماهنگی باطنی یا ذهنی است. رخساره خبر می‌دهد از حال درون. تنها دشمنان انسان در درون خود او هستند و دشمنان شخص اهل خانه او خواهند بود. شخصیت یا فردیت یکی از آخرین دشمنانی است که باید بر آن چیره شوید، زیرا این سیاره به آیین عشق تشرف یافته است. پیام مسیح این بود: بر زمین سلامتی و در میان مردم رضامندی باد. از این رو دانای بینا می‌کوشد تا از طریق همسایه‌اش خود را به کمال برساند.
تنها وظیفه او کار با خیشتن است. خیرخواهی و طلب برکت برای یکایک انسان‌ها. و شگفتا که اگر آدمی برای کسی برکت به طلبت، توان آزار رسانیدن را از او خواهد گرفت. مثلا مردی که ماشینالات می فروخ نزدم آمد تا شفاعت کنم که در کسب و کار موفق شود. از قرار معلوم رقیبی بر صحنه آمده و مدعی شده بود که ماشینالات او بهتر است و این ادعا دل مرد را لرزانده بود که مبادا شکست بخورد. گفتم پیش از هر کار باید ترس را بزداییم و مطمئن باشیم که خدا از منافع تو حمایت میکنه و بخواهیم که سیمای الهی این وضعیت چهره بنماید، یعنی آن دستگاه که باید به دست آن شخص که باید و به آن مشتری که باید فروخته خواهد شد. و افسودم حتی یک نفر منفی یا انتقادی نسبت به آن مرد در سر نداشته باش. تمام روز برای او برکت به طلب و مشتاق باش تا اگر خواست خدا نیست دستگاه خودت را نفروشی. پس بیباک و بدون مقاومت و با آرزوی برکت برای مرد دیگر به جلسه رفت. گفت حاصل کار بسیار عجیب بود. دستگاه آن مرد از کار افتاد و خود بی هیچ دردسر دستگاهش را فروخت. اما من به شما میگویم که به دشمنان خود محبت کنید و برای لعل کنندگان خود برکت به طلبید. به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید و به هر که به شما جفا رساند دعای خیر کنید. خیرخواهی انسان نیکخواه پیرامونش حالی عظیم از حمایت می آفریند. از این رو هر سلاحی که به سوی او نشانه رود کارگر نخواهد افتاد. به عبارت دیگر محبت و رضامندی دشمنان درون او را نابود می کند. از این رو برون از خیشتن نیز دشمنی نخواهد. برای کسی که رضامندی مردم را می طلبد بر زمین سلامتی است. هر چه کردند کنند تو خوب باش. خب دوستان، این بود قسمت نفوذ کلام از بازی زندگی و راه این بازی از کتاب 4 اثر از فلورانس اسکاورشی. مرسی از اینکه ما رو تماشا کردید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید و اگر انتقادی یا پیشنهادی دارید حتماً توی کامنت ها برام بنویسید و لطفاً ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی کنید. خیلی ممنونیم از اینکه بیننده کانال خودتون کتاب من هستید.